به نام خدا. با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش، سلام عرض ادب دارم خدمت تمام ایرانیان و فارسی زبان در هر کجای این گیتی پهناور که هستن. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشن و ساعت لحظات خوبی رو در آینده در انتظار داشته باشن. با 43 برنامه از سری برنامه های سود از تلویزیون ایران فردا و از طریق امواج ماهواره به خونه های شما اومدیم، برنامه جامع و کاملی خواهیم داشت. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره با حضور کارشناسان محترم در بخش های مختلف که بررسی میکنیم اوضاع احوال و مسائل روز ورزش ایران رو. با ما همراه باشید تا انتهای برنامه این هفته. در بخش نخستین برنامه دو تا مهمان محترم فوتبال داریم، کارشناس خوب فوتبال برنامه تو که هر هفته با ما هستن، کوروش بازجای این هفته از طریق تلفن با ما هستن از آلمان و عادل هردانی عزیز از نیوکاسل انگلستان به جمع ما پیوستن تا بحث و بررسی کنیم مسائل فوتبالی ایران رو. از عادل هردانی شروع میکنیم. آقای هردانی، صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر ایران الان سرخابی از استقلال و پرسپولیس در صدر قرار دارن. داربی آینده پایتخت خیلی مسائل مشخص میکنه، یعنی به جای رسیدن که حالا برنده داربی میتونه تا حدود زیادی بره به سمت قهرمانی، نشون میده که لیگ برتر ایران به یه جایی رفته که تیم‌های قدیمی ایران استقلال و پرسپولیس امسال حرفای زیادی برای گفتن دارن. چه صحبتی میشه که درباره این دو تیمی که الان در صدر جدول هم حضور داره؟ من هم خدمت شما همکاران محترم و تمام بینندگان عزیز کشورم عرض سلام و ادب دارم. امیر خان، واقعا لیگ به جای خیلی حساسی رسیده و هر بازی برای دو تیم استقلال و پرسپولیس حکم فینال داره و به نظرم فقط دربی نیست. الان من مصاحبه‌ای که از آقای دایی و آقای قرنوی خوندم خیلی تمرکز کردن رو بازیایی که غیر از دربی هستم و به نظرم همون صحبتی که مربیای بزرگ دنیا، من یادم کاپلو موقعی که سرمربی رئال مادرید بود گفت که قهرمانی لالیگا رو ال کلاسیکو مشخص نمی‌کنه، بلکه درست. امتیازاتی که از تیم‌های دیگه ما میتونیم کسب کنیم خیلی مهمن و الان هم همین این نشونگر اینه که واقعا بازی‌های آینده و همین بازی که استقلال تهران با استقلال خوزستان و پرسپولیس با فولاد داره خیلی بازی‌های سختی هستند. فولاد یک تیمی که الان در کوران قهرمانی داره، امتیازش نزدیک به پرسپولیس و استقلال و میتونه خودش هم بالا بکشه. آیا الان همچنان اصرار داره که فولاد نمیتونه مدعی قهرمانی بشه؟ نمیشه. واقعا الان با فوتبال من مطمئنم اگر فولاد بخواد بیاد روبرو پرسپولیس یه فوتبال باز و روانی میخواد بازی کنه به مشکل برمیخوره. درسته. الان پرسپولیس تیم جوان انرژیکیه و فوتبال زیبایی داره بازی میکنه و بازیکنهای خیلی خوبی تو این فصل جذب کرده و مطمئنم برای همه تیما، حتی دربی هم استقلال با این وضعیتی که داره دربی سختیه برای استقلال و مطمئنم پرسپولیس حرفای زیادی الان برای گفتن داره. بسیار ممنونم آقای باجا، من خدمت شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم. عادل هردانی که تو صحبتان فرمودن که قهرمان این فصل رو به یه نوعی دربی مشخص نمی‌کنه و اشتباهات کمتره هر یک از دو تا تیم، حالا استقلال و پرسپولیس که در سطح هستن، میتونه در انتهای فصل قهرمان رو مشخص بکنه. شما چه صحبتی داری در باره جدول رده بندی لیگ برتر و اینکه الان دو تیم قدیمی ایرانی رفتن و در سطح قرار گرفتن و بازیان بسیار حساسه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما عادل هردانی عزیز و همه همیانانمون. آقای قصو جدی، من همیشه طرفدار لیگ‌هایی هستم که قهرمان تا بازی آخر لیگ مشخص نشه. درست. که بتونه جذابیت خودش رو حفظ کنه و به نوعی تماشاگر رو هم به استادیوم بکشونه. با توجه به فقر تماشاگر در لیگ امسال، من امیدوارم این روند ادامه پیدا کنه و وجود تیم‌های استقلال و پرسپولیس در مکان‌های اول و دوم تا به امروز باعث بشه که طرفداران پرشمار این دو تیم تشویق بشن به استادیوم بیان و در سال جام جهانی هیجان رو به استادیوم‌ها بیارن، بازیکنان ملی پوشمون رو با انگیزه بیش از پیش برای جام جهانی آماده کنیم. استقلال تا به امروز اگر در
کورس قهرمانی بوده، به خاطر وجود امیر قلعه‌نویی بوده. با توجه به اینکه استقلال مشکلات مالی و مدیریتی داشته و هر روز اعتراضایی رو ما از درون این تیم میشنویم، پرسپولیس هم اگر این چنین روند روبه رشدی رو داشته، من با شما صحبت میکردم، شما از دستیاران علی دایی ایراد میگرفتید، میگفتید علی دایی دستیارانش در حدش و حتی در حد پرسپولیس نیستن. اما الان میبینیم که هر علی دایی با این دستیاران اومد با یک تعداد جوان پرسپولیس رو به این روز رسوند که بیاد و در رده اول و دوم لیگمون قرار بگیره. بنابراین اگر این باشی و اتفاقات این روزهای راهن گریبان پرسپولیس و حتی استقلال رو نگیره، فکر میکنم که ما میتونیم در صدر جدولمون تیمهای استقلال، پرسپولیس و اگر خوشبین باشم تراکتور رو بعد از پشت سر گذاشتن این حواشی تیم‌های اول، دوم و سوم داشته باشیم که در روز آخر قهرمان رو مشخص کنیم. آیه بازدر، خب در ادامه همین مطلبی که شما فرمودید، خب استقلال واقعا داره با یک گل می‌بره و الان به یه نوعی قشنگ هم بازی نمی‌کنه به زعم اکثر کارشناسان، اما سه امتیازای خیلی خوبی داره جمع می‌کنه. داره می‌بینه که جواد نکونام حالا میگن در آستانه جدایی، خیلی مسائل و مشکلات با امیر قلعه‌نویی دارن، در حال حاضر مونده اما هنوز مشخص نیست. اما بر پژمان منتظری که از بهترین مدافعانشون رو به قطر فرستادن و این بازیکن رفت، و یه طرف دیگه هم آرش برهانی و حرکت حالا به نوعی زشت و اینکه اصلا هیچ کم تاییدش نمیکنه در بازی با راهن انجام داد که هنوز مورد غضب امیر قلعه‌نویی هست. حواشی استقلال رو خواستم خیلی کوتاه فرمایید، این ارزیابی شما هست که استقلال با این روند میتونه بره به سمت قهرمانی، یا حواشی ها آخر گریبانش رو خواهد گرفت؟ من عرض میکنم چند نکته رو که شما اشاره کردید به درستی انگشت گذاشتید روی نقاط ضعف استقلال. اینکه یک هیچ برنده میشه، به بازی زیبا هیچ امتیازی داده نشده و نخواهد. درسته. استقلال بدون تماشاگر میره. استقلال بازیکنانش میان اعلام میکنن، حنیف عمرانزاده گفت من میخوام کلیه‌مو بفروشم و طعنه زد به مدیریت باشگاه. بازیکنی که پول نمیگیره، بازیکنی که چکش برگشت میخوره، مطمئن باشید انگیزه ای برای بازی نداره. یه نکته هم در مورد آرش برهانی بخوام خدمت شما عرض کنم، این که در همه جای دنیا باشگاه به عنوان کارفرما و بازیکن به عنوان کارمند اون باشگاه میاد قرارداد میبنده و حتی بوده ما بازیکن داشتیم روی سکو رفته قراردادم بسته صداش در نیومده. دو فصل پیش یو پاینکس در بایر مونیخ توماس مولر رو قبول نداشت و اون رو سکو نشین میکرد. توماس مولر به عنوان یک کارمند، حرف کارفرما که باشگاه بود و سوپروایزرش که مربی بود رو با جان دل خرید و صداش در نیومد. بنابراین ما وقتی که میایم مقایسه میکنیم آرش برهانی رو با توماس مولر، میبینیم آرش برهانی وقتی پول نمیگیره دلخوشیش فقط به میدان رفتنه، و وقتی که بهش هم بازی نمیرسه و یا دقایق کمی بهش بازی نمیرسه میاد و این واکنش رو از خودش نشون میده. ما قبلا در همین برنامه صحبت کردیم که فوتبال ایران مدیر عامل محور و بازیکن سالار است. وقتی که یک مدیر عامل میاد با خودش هیئت مدیره رو میاره و هیچ کسی بر اون نظارت نمیکنه، میاد با جیب خالی چک میده. یه نکته هم سریع عرض کنم اگر اجازه بدید، این که الان اجوان منتظری میره و یک بازیکن جدید میاد، لاوره از استقلال میره، فرهاد مجید میره، من میخوام به خدمت شما عرض بکنم که یک مدیری مثل آقای فتح‌الله‌زاده تجربه کار خوب داره، اما الان داره بد کار میکنه. میاد بازیکنان رو میاره از خارج، به اونا پیش پرداخت میده. طبق قوانین اقتصادی بین الملل شما اگر یک سنت رد و بدل کنی، قرارداد ببندی، اون قرارداد حتمی است. بنابراین با کمترین پیش پرداخت بازیکن میارن، بعد در پرداختا میمونن و اتفاقات لاوره پیش میاد. امیدوارم در جذب بازیکن جدیدشون این کارو نکنن. ممنونم آقای هردانی. خب میخواستم خیلی کوتاه به عنوان بازیکنی در قلب استقلال بازی کردین، حواشی استقلال چطور ارزیابی میکنید؟ میبینید که آرش برهانی واقعا یه حرکت ناشایستی انجام داد. استقلال با این حواشی در انتهای فصل فکر میکنید که میتونه همینجوری یکیش بره جلو، یا یه جا بالاخره اتفاقات بدی براش خواهد افتاد؟ ببینید، همونطور که شما فرمودید تامر خان، واقعا استقلال فقط داره با امیر قلعه‌نویی جلو میره و خیلی من مسابقه‌ای که خوندم تناقضایی هست بین صحبت‌های آقای قلعه‌نویی و آقای فتح‌الله‌زاده. آقای قلعه‌نویی گفته که ما پول نداریم، بچه‌ها با غیرت بازی کردن مقابل راه آهن،
بازیکن نداریم و شرایطمون خوب نیست، دستمون خالیه. از اون طرف قضیه آقای فتح‌الله‌زاده گفته که تیممون جزو چهار تیم برتر آسیا است، که هم این داره میکوبه تو سر تماشاگرا و نمیدونم تا کی میخواد این ادامه بده. تمام بازیکنهای قلعه نوری رو جذب کردیم، اونایی که آقای قلعه نوری انتخاب کرده رو جذب کردیم، استخوانبندی تیم استقلال استخوانبندی تیم ملیمونه و ما امسال دوتا جام میخواییم. آقای فتح‌الله‌زاده شما اگر دوتا جام میخواییم، اولا رفتی تمام بازیکنهایی که جذب کردی، بازیکنهایی که تیمای دیگه مازادشونن، شما اولادی، غازی، نمیدونم پژمان نوری، جمشیدیان، نیکبخت، اینا بازیکنهایی که فوتبالشون، نمیگیم بازیکنهای بدیان، ولی فوتبالشون تموم شده و در حد لیگ برتر دیگه نیستن. شما نها کنید آقای غازی مهاجمی که 20 تا بازی بکنه و نتونه 7-8 تا گل بزنه، این مهاجم نیست. ما قبلا تو از کمترین فرصت بهترین گلا رو می‌زدیم، ولی الان متاسفانه بازیکن‌ها 10 تا تک به تک باید بشه که یه دونه تو گل بزنه. آقای اردانه عذر می‌خوام، می‌خواستم که کوتاه این بحث رو جمع جور کنیم. این حرکت آرش برهانی اسمش چی میشه گذاشت توی استادیوم؟ ببینید اینو میتونیم یه طور دیگه به این قضیه نگاه کنیم، به خاطر اینکه آرش سالهای قبل به عنوان بازیکن فیکس و تاثیرگذار استقلال بوده و خیلی تو دید و رسانه ها بوده، الان فشاری که امسال رو آرش و کماکان یه بازیکن ذخیره و برای استقلال مثمر ثمر نبوده، این فشار سبب میشه که این بازیکن عکس العمل از خودش نشون بده. ولی آرش بازیکن خیلی خوب و محجوبیه و مطمئنم ناخودآگاه بوده و امیدوارم امیر قنوی با درایتی که داره این بازیکنو ببخشه. و اینکه الان سپاهان هم اینه در دور برگش خیلی خوب کار کرده با زلاتکو کرانچار، میشه در حد مدعی های این فصل هم این تیمو با کرانچار شناخت؟ بله، من بهتون گفتم چهار تا تیم هستن که مدعین، استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، فولادم که به این چرخه اضافه شده و تا امیدوارم تا همونطور که کورش خان فرمودن تا روز آخر ما قهرمانمون تا روز آخر مشخص بشه و لیگ قشنگی داشته باشیم. ولی اینکه تماشاگر میاد، امیدوارم که تماشاگر وارد استودیوم بشه و بازیکنان مورد علاقه شون رو تشویق کنن. بسیار ممنونم آقای بازار. میخوام بحث دیگه رو جمع جوری کنیم. تراکتور سازی واقعا اینکه دو هفته حواشی زیادی داشته، مدیر عامل شما یه دفعه مجید جلالی برکنار کرد و اون بیانیه و اون فیلم حالا به نوعی معروف رو به بیرون فرستادن که در رسانه هم خیلی نکات منفی داشت. از این ور یه سری به قول مجید جلالی رفتن تمام تلفن‌های آقای جلالی رو در تبریز پخش کردن تو تماشاگر رو بیان بله ایشون فحاشی بکنن و تونی اولویرای رو تشویق بکنن که فصل قبل همین مسئولان تراکتور سازی مربی خوب و کاربلد رو اخراج کردن. واقعا کار مسئولان تراکتور سازی مثبت یا اینکه مجید جلالی راست میگه؟ از این ور تونی اولویرا بحثش چیه؟ خصوص جدی قضاوت واقعا مشکل هست. وقتی که صحبت های آقای جلالی رو من دیشب آخر شب در سایت گل میخوندم، واقعا احساس همدردی کردم با ایشون. اینکه آخر فصل گذشته آقای زینی زاده میاد به آقای مجید جلالی میگه اگر تراکتور به پرسپولیس به باز شما مربی من هستی و اولیویرا رو اخراج میکنم به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و الان میاد جلالی رو اعلام میکنه که من نمیخواستم جلالی رو، به من تحمیل شده و میاد جلالی رو اخراج میکنه، میره با اولیویرا طبق گفته خودش تلفنی قرارداد میبنده، براش فکس میکنه که متن قرارداد رو و بعد میاد زیر حرف خودش میزنه. من واقعا موندم که چه میگذره در فوتبال، خصوص در فوتبال تراکتور سازی. و این مدیران از فوتبال هیچ شناختی ندارن. آقای زینی‌زاده نمیدونه مجید جلالی با پاس تهران زیباترین بازی ها رو نشون میداد، قهرمان ایران شد، با سباز باچه قهرمان جام حذفی شد. بنابراین اگر آقای زینی‌زاده مجید جلالی رو 10% میشناخت، نمیومد بگه که من برای مجید جلالی روی سکوها رفتن اعتبار خریدم. مدیری که میاد میگه من امکانات فراهم کردم برای این تیم و در جمله بعدیش امکاناتش رو پوشاک و قضا عنوان میکنه، واقعا از مدیریت، حداقل در مدیریت فوتبال هیچ شناختی نداره. اگر این روند ادامه پیدا کنه، دودش به چشم تیم تراکتور سازی و تماشاگران پرشور این تیم خواهد. آقای بازه، و اون نکته پایانی، این بحث قلیون و این قلیون کشیدن تیم زیری 22 سال، بازیکنانی که با کادر فنی در کیش بودن و با لباس و پیراهن تیم ملی ایران در اون مجامع عمومی ظاهر میشدن، واقعا در اروپا
خود شما که مربی در سطح پایه هستید و در فوتبال اروپا هم زیر نظر دارید، آیا یه همچین اتفاقاتی در فوتبال اروپا اگه بیفته اصلا میفته، اگه بیفته چه تبعاتی خواهد داشت؟ آقای خسروجدی، ما سه هفته در مورد فلسفه فوتبال کلاس گذروندیم و یکی از تمایی که ما مطالبی که ما برامون درس داده شد الگو بودن مربیان است، که اگر بخوام آلمانیش رو بگم فوتبال ترینازین فوبیله، یعنی مربیان فوتبال الگو و سرمشق هستند. من در تمام زمینهایی که رفتم میتونم بگم دو یا سه مربی رو دیدم که سیگار دستشون بوده، با اینکه سیگاری هستن اغلب همکاران مربی یا اینکه نوشیدنی های الکلی می نوشن، اما سعی بر این میشه که با خودشون این چیزها رو زمین نیارن و الگوهای مناسبی باشن. در مورد تیم ملی امیدمونم، من صحبتهای علی منصوریان رو شنیدم، در صداقت گفتار علی منصوریان من شک ندارم، این مربی جوان کشورمون رو براش آرزوی موفقیت دارم در ادامه ایران. ولی این که پزشک، ماساژور، آنالیزور و سرپرست تیم آقای خسروجدی بشینن کنار هم و قلیون بکشن، شما نمیتونید بیاید به بازیکنت بگید ساعت 9 برو تو رخت خواب و بیا ایر نرو، نمیدونم سیگار نکش، فلان کار نکن. یادمون نرفته آقای محمد مایلی کوهن در تیم امید به خاطر اینکه بازیکنانش، دو یا سه بازیکنش در اتاقاشون بازی کرده بودن، از تیم اخراج کرد. بنابراین ما باید یک قانونی داشته باشیم، اولا کسایی رو به کار بگیریم که خودشون سرمست باشن، کار بد نکنن. نمیگم قلیان کشیدن خوبه یا بده، وقتی که ممنوعه و فیفا میاد اون رو از مصادیق دوپینگ اعلام میکنه، بنابراین باید همه بهش احترام بذارن. و یه نکته هم که ما در فرهنگمون هست و بسیار هم در مثلا ازش استفاده میکنیم، این که رتب خورده کی کند معنی رتب، بنابراین کسایی رو بیارن سر تیم‌های پایه و جوانانمون بذارن که بتونن برای این عزیزان الگو باشن. بسیار ممنونم. و اینکه آقای هردانی، استنباط شما چه در انتهای این بخش فوتبالی؟ آیا به عنوان یه بازیکنی که خودتون هم در سطح اول بودید، مربی هم بودید، اگه مربی و کادر سرپرستی همچین کار بکنید، یعنی بازیکن هم داشت حرف شنوی خواهد داشت؟ مطمئنن که ببینید، مدیریت مربی خیلی مهمه و اون شخصیت و کلاسی که مربی برای خودش در هر مجموعه ای که داره، من به نظرم الان با شخصیتی که دایی یا امیر قلعه‌نویی دارن تو تیماشون، نمیگم نیست، ولی خیلی به ندرت میشه پیدا کرد. ولی سعید آذری مدیر عامل محترم باشگاه ذوب‌آهنگ گفته که، حرف قشنگی زده، گفته ما در تمام رشته های ورزشیمون ورزشکارایی داریم که قلیون میکشن، یعنی بدون استثنا در تمام رشته های ورزشیمون ما ورزشکارایی هستن که قلیون میکشن. و این امیر جان بذار من یه نکته بهت بگم که این به الان بر نمیگرده و این سالیان ساله که ورزشکارامون قلیون میکشن و من اینو به عینه دیدم. شاید 12-13 سال پیش، درست 13 سال پیش، من اینو به چشم خودم دیدم که بازیکنایی که میرفتن خیلی راحت مینشستن و قلیون، شاید در کنار سرمربی خودشون هم مینشستن و قلیون میکشیدن. و الان یه رسمی شده، هر جا محفلی از فوتبالیستا، به خصوص فوتبالیستا، وقتی جشن، مراسمی، پارتی، چیزی دعوتن، این بساطا هستن و متاسفانه چیز خوبی برای ورزش و الگو بودنمون برای اجتماع خوب نیست این چیزا. بسیار ممنونم از عادل هردانی و کوروش بازار. اگه آقای هردانی صحبت نمونم، با شما خداحافظی میکنم. من از شما تشکر میکنم، خداحافظ شما. آقای بازار بسیار ممنونم، با اینکه حالا بحث اسکایپ هم امروز مشکل برای شما بود، از طریق تلفن تونستیم با شما باشیم، بسیار از این طریق ممنونم. مرسی از شما، روزتون بخیر. بینندگان عزیز، اجمع بخش فوتبالی رو در جمع‌بندی رسیدیم با مسائل و وسایل و حاشیه‌هایی که این رشته پرطرفدار در ایران داره. در بخش بعدی در خدمت شما خواهیم بود. در این قسمت از برنامه میریم به سراغ کشتی و مطمئنم آرش سروندی که از استکهلم سوئد با ما هستن و دو تا مسئله در کشتی اتفاق افتاد. انتخابات فدراسیون کشتی که بعد از 2 سال این فدراسیون سرپرست با سرپرست اداره میشد و رئیس نداشت، بالاخره رئیس خودش شناخت، فکر میکنن که انتخابات کشتی مثل انتخابات تکواندو جنجالی خواهد شد، اما خیلی آرام و راحت برگزار شد و در نهایت رسول خادم سرپرست فدراسیون کشتی با
37 رأی از 38 رأی مأخوذه مجمع موفق شد که سکان هدایت کشتی رو برای 4 سال بر عهده بگیره. و از آرش سروندی هم می‌پرسم که آیه سروندی، فکر می‌کنی که حضور رسول خادم در رأس هدایت کشتی به عنوان رئیس فدراسیون چقدر میتونه مثمر ثمر باشه و فکر خودت هم فکر می‌کنی اینقدر مجمع آرومی برگزار بشه؟ ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما امیر آقای خستجری و همچنین خدمت بینندگان عزیزم. امیدوارم که هر جا هستن سالم و سلامت باشن. امیر خان، در رابطه با مجمعی که برگزار شد در فدراسیون کشتی، خب بعد از اینکه عباس جدیدی اومد ابتدا کاندید شد برای حضور در این انتخابات، یک مقدار احساس میشد که چالش به وجود بیاد. البته اگه یادتون باشه ما صحبت کردیم در هفته پیش راجع به این موضوع و سرپرست شدن و رئیس شدن امیر رسول خادر رو به نوعی تایید کردیم با هم، یعنی مشخص بود که ایشون رئیس فدراسیون میشه. اما اینکه به این راحتی و با این اختلاف بیاد رئیس بشه، با حضور عباس جدیدی یک مقدار پیشبینیش سخت بود. ولی از اونجایی که سازمان بازرسی کل کشور به خاطر حضور عباس جدیدی در شورای شهر اون رو محروم کرد از حضور در انتخابات ریاست فدراسیون و کار درستی هم بود، رسول خادم تونست با تمام آرا تقریبا به عنوان رئیس فدراسیون شناخته بشه. اون یک رأی هم که به رسول خادم داده نشد به خاطر اینکه یک قوانینی داره این انتخابات و اگر برسته. تمامی آرا میخورد به رسول خادم و هیچ رقیبی نداشت، یک مقدار انتخابات لوس میشد و نمیشد اولا این کار صورت بگیره. به حال در حال حاضر همونطور که شما فرمودید، بعد از 2 سال و اندی فدراسیون کشتی دارای رئیس شده و اونم رئیسی بسیار خوب که از جنس کشتی و خانواده کشتی است. آرش جان، فهم میکنه که در 4 سال آینده کشتی ما چه اتفاقاتی درش خواهد افتاد؟ خب ما رقابت های بازی آسیایی این چمون کره رو داریم، رقابت های جهانی و در انتها رقابت های 2016 المپیک ریو برزیل. رسول خادم کار بسیار سختی داره، باید پول بیاره در کشتی، باید خانواده کشتی دوره هم جمع بکنه. فکر میکنید که واقعا رسول خادم میتونه این کار بکنه؟ و سوال دیگه که از اومدن علیرضا حیدری که از قهرمانان خوشنام کشتی به عنوان نایب رئیس فدراسیون، فکر میکنی که حالا چقدر بتونه در ادامه به رسول خادم کمک بکنه؟ درسته. در رابطه با اینکه عملکرد رسول خادم در آینده چطور خواهد بود، ببینید رسول خادم سابقه مدیریت رو داره و در شورای شهر بوده. حتی یک زمانی اگر یادتون باشه خستجردی کاندید شده بود برای ریاست سازمان تربیت بدنی در دوره محمود احمدی نژاد و در اون حد در سطح مدیریت قرار داره. در رابطه با بحث کشتی هم مطمئنا رسول خادم در حال حاضر یکی از بهترین نوابق کشتی نه تنها ایران و دنیا است. من آینده ای که برای کشتی با این آغاز رسول خادم میبینم، آینده بسیار درخشان رو در کشتی میبینم. حضور علیرضا رضایی، حضور علیرضا حیدری و دیگر قهرمان ها که همه جوان هستن و جوی نام هستن و هیچ مشکلی رو ندارن، تمام اینها خودشون یک قوت هستن و رسول خادم برای اولین بار اومده یک همچین افرادی رو جمع کرده در فدراسیون کشتی. بنابراین با حضور اینها فکر میکنم که ما حالا شاید در مسابقات بازی‌های آسیایی یا جهانی ها به خاطر اینکه امکان داره در اون زمان ترکیب یک مقدار تغییر کنه، یک مقدار حالا جهانگرایی بشه، نتایج بالا و پایین بشه، اما دیدی که من نسبت به المپیک دارم، المپیک بعدی در سال 2016 دارم، فکر میکنم که بسیار روشن باشه. در رابطه با علیرضا حیدری هم باید خدمتتون بگم که قبل از این قرار بود که علیرضا حیدری به عنوان سرمربی بیاد به کادر فنی رسول خادم اضافه بشه، اما خب یک مقدار مشکل به وجود می اومد. علیرضا حیدری خودش یک کشتی از برنده 6 مدال طلای جهان المپیک هستش، سابقه سرمربیگری تیم ملی هم در سال 2007 داره. فکر می کنم تداخل به وجود می اومد، حضور رسول خادم و علیرضا حیدری، یکی به عنوان رئیس فدراسیون و دیگری به عنوان سرپرست برای کارهای فنی توی کشتیگیرها. بنابراین به نظر من رسول خادم و علیرضا حیدری یک تصمیم درست رو گرفتن. اینها یکی رئیس هست در حال حاضر، یکی نایب رئیس، هیچ کدوم سرپرست سرمربی تیم ملی نیستن. درسته. اما هر دو همزمان با اون سمت ها در کار تیمی و فنی دارن روی خانه کشتی کار میکنن و اونجا هستن در اصل. این یک کار بسیار خوب بود که هر دو از نام ها سرمربی و اینها جدا شدن و در کنار هم دارن یک کاری رو انجام میدم و کشتی از سال 2005 به بکر محمد رضا طالقانی جدا شد تا حالا دست هیچ گوش شکسته نیافتاده بود و این یک بازگشت کشتی به دل خانواده کشتی هستش که فکر میکنم آینده موفق و درخشانی هم داشته باشه. و نکته پایانی، فکر میکنه که هدایت تیم ملی کشتی آزاد بر عهده چه کسی؟ یعنی غلامرضا محمدی از علیرضا رضایی هست
دو سه نفر اونجا هست، محمد طلایی و خود رسول خادم، حالا به عنوان رئیس فدراسیون قاعدتا نمیتونه سرمربی تیم ملی هم باشه، فکر میکنه که سکان هدایت تیم کشتی آزاد بر عهده چه فردی بیفته، بر عهده بله. کسی باشه؟ بله، همونطور که فرمودید آقای خسجیدی، تمام این عزیزان، علیرضا رضایی، محمد طلایی، غلامرضا محمدی، علیرضا حیدری، رسول خادم، اینها یک سمتایی رو در فدراسیون دارن، اما همشون همونطور که گفتم در خانه کشتی هم حضور فنی دارن، یعنی همشون این رو دارن. بنابراین سرمربی تنها یک اسم میشه. من فکر میکنم از دل همین نفرات مثل محمد طلایی، فکر میکنم گزینه مورد نظر رسول خادم هست، حالا ببینیم با هم توافق میرسن یا خیر، فکر میکنم یک نفر از دل همین کادر به عنوان سرمربی انتخاب بشه. اما این سرمربی تنها یک نام هستش برای اینکه تیم ایران یک سرمربی رو داشته باشه، ولی کاری که صورت میگیره یک کار تیمی خواهد بود. بنابراین فکر میکنم محمد طلایی گزینه مد نظر آقای رسول خادم باشه برای حضور در این نام و پست. آرش سروندی، بسیار ممنونم با مشغله کاری هم میدهید تو برنامه این هفته سود هم حضور داشته و من ازت تشکر میکنم. ممنونم ازت امین خان خسجدی، همچنین از بینندگان عزیزم که انقدر لطف دارن نسبت به برنامه و بنده هم تشکر میکنم. امیدوارم که در هفته های آینده با چالش هایی که در کشف وجود میاد در خدمتتون باشم. حتما خدمتتون هستیم و مطمئنا به سراغ شما خواهیم اومد، چون رشته کشتی رشته ای از رشته اول ایرانیان و باید هم بهش زیاد پرداخت. ممنونم، سپاسگزارم ازتون، خدا نگهدار. خدا نگهدار. بخش کشتی هم به پایان میبریم و در نهایت هم که رسول خادم موفق شد که بره و در رأس فدراسیون کشتی قرار بگیره، امیدوارم که خانواده کشتی در دور یک سقف زیر یک سقف جمع بشن و در نهایت ورزش اول ایران بره به سمتی که مقام های قهرمانی متعدد رو به دست بیاره. در این بخش از برنامه میریم به هلند خدمت آقای فریدون شیبانی، مفسر و کارشناس قدیمی ورزش. خدمت شما عرض بکنم که حتما مستحضر هستید 46 سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی، مرد افسانه‌ای کشتی ایران و مرد قهرمان و پهلوانی که برای تمامی ایرانیان مورد احترام است و حتی قهرمانان اسبق جهان از رشته کشتی از کشورهای مختلف، که مردی پر آوازه بود و خدمتتون عرض بکنم که 46 سالگرد درگذشت غلامرضا جهان پهلوان غلامرضا تختی هم 17 دی ماه با حضور گسترده مردم در ابن بابوه گرامی داشته شد. از همینجا ما یاد و نام غلامرضا تختی جهان پهلوان رو گرامی می‌داریم. میریم به هلند خدمت آقای شیبانی هستیم و آقای شیبانی از شما من می‌خواستم بپرسم، من فکر می‌کنم بهترین فردی که می‌تونه یک کمی از سجایا و اون پهلوانی‌های و خدمتتون عرض بکنم اون مسائل کلی جهان پهلوان تختی به ما بگه شما هستید که 14 هم در رشته های مختلف کشتی قلم زدید. از شما هم می‌خواستم بپرسم که یه صحبتی درباره جهان پهلوان تختی زنده یاد بفرمایید و اینکه هر سالی که میگذره مردم بیشتر میرن به سمت تختی و در سالگردش احترام بیشتری میگذارن. خدمتتون هم عرض کردم اکثر کشتیگیران بزرگ دو مثل الکسی مدوی و غیره هم همیشه به تختی احترام گذاشتن. ببینید آقای خسروجدی، مسئله ای که در مورد یک اسطورهایی مثل تختی پیش میاد، دلیلش اینه که محدود به اون به اصطلاح فاز ورزشی نمیشه. یعنی تختی روی دوشک کشتی تختی نشد، درسته، بیرون از اون بود، اون فجایع اخلاقی بود و به خصوص قضیه زلزله بوینزهرا که واقعا یک نقش خیلی والایی رو ایفا کرد. من این قضایایی که میگم همونطور که شما مرا اشاره کردید، من بیش از 44 سال توی کار ورزشی نویسی و روزنامه نگاری هستم. موقعی که تختی خودکشی کرد من سال آخر دبیرستان بودم، که واقعا اون موقع مثل الان نبود که تلویزیون رادیو هر دقیقه خبرهای ورزشی داشته باشن. اینا تقریبا منم مثل بقیه مردم از طریق مطبوعات روزنامه‌های شب فهمیدیم و اون روز در واقع که به شب شاد کشیده شد برای من یک حالت بهت و حیرت بود از اینکه یک پهلوان خودکشی کرده و تختی واقعا یک پهلوان بود. اینهایی هم که من دارم میگم، چون من از سال 60 بود که 10 سالم بود و به ورزش که توجه پیدا کردم و علاقه پیدا کردم، به خاطر المپیک روم بود و حضور
یک مردانی مثل تختی و حبیبی. در این شرایط من بعدها بیشتر دنبال این رفتم که بدونم تختی واقعیتش چی بوده و این به اصطلاح بعد قضیه رو دوست و همکار عزیزم که متاسفانه دیگه در دنیا نیستش، زنده یاد دانش لطیف، خیلی خاطرات زیادی رو بابت تختی تعریف کرد برای من. من اون موقعی که به اصطلاح خواننده های پرپاقرص کیهان ورزشی بودم. درسته. کیهان ورزشی در اومد که هنوز یادم نرفته، تیتر اولش هم این بود که دل شیر خون بود و متاسفانه خب اون موقع این نشریه واقعا استثنایی که ویژه‌نامه در اومد در مورد مرگ تختی و فقط اون هم هفته رو اون شماره رو به مرگ تختی اختصاص داشت، یک حالتی شد که در کیهان ورزشی تحولاتی به وجود اومد و زنده یاد مهدی دوری یا به قول دوستانش جلال از مدتی برای مدتی به اصطلاح از کار ورزشی نویسی و سردبیری کیهان ورزشی جدا شد. ولی به هر حال اون زمان شایعات زیادی هم به اصطلاح سرچشمه گرفت که همین باعث شد من و دوستام و همکارام روی این قضیه مدار پافشاری کنیم بعدها بعد از انقلاب و دنبال قضیه رفتیم که آیا واقعا کشتنش یا خودکشی کرده. شاید نزدیکترین دوستش که حتی وکیل تختی بود بعد از تختی که بتونه تقاعد مادر تختی در این تقاعد تختی رو بگیره برای مادرش، زنده یاد حسین عرب بود که درسته. اون دقیقاً گفتش که اصلا مسئله خودکشی کاملا مسئله خودکشی بوده و اصلا مسئله کشتن تختی مطرح نبوده، برای که اگر قرار بود مخالفی رو بکشن خیلی در رده‌های سیاسی بودن آدم‌هایی که اونها باید کشته می‌شدن توسط ساواک. تختی کاری علیه رژیم ایران و اون ملیگراییش نداشت، یک ملیگرا بود و یک آدم مذهبی و مذهبی سنتی و اصلا در این چیز نبود که بخواد ضد شاه آنچنان فعالیتی بکنه که تصمیم بگیرن بکشنش و یا در رده ای که باشید. و بالاخره الان متاسفانه بعد از انقلاب این دیگه یه دکونی هم شده که پسرش و عروسش از ایران رانده میشن به توجهی به اصطلاح به شرایط تختی و اون مقبرش و اینا نشده بود، ولی یک عده سوء استفاده میکردن. هر موقع سالگرد مرگ این بزرگ مرد که پیش میامد پا میشدن میرفتن سر مزار رو فقط برای عکس گرفتن و مطرح شدن و شما میبینید که همین دوره مثلا حتی درگیری شده بین طرفدارای طالقانی و رئیس فعلی فدراسیون ورزشی پهلوانی. اینها سوء استفاده از شخصیت یک نام بزرگه که شاید حتی بعضی وقتا سایه میندازه به حضور انبوه مردمی که شما بهش اشاره کردید و باید هم واقعا اشاره کرد بهش که همیشه از روز اول تاریخی بود تشییع جنازه‌اش و ختمش و اینا و بعدم که آزاد شد دیگه این مراسم هر سال داره توسط مردم انجام میشه، ولی خودنمایی ها توسط دولت مردان و اونهایی است که فقط میخوان از این قضیه سوء استفاده بکنن. امیدوارم که ورزش ایران انقدر بره به سمت روح پهلوانی و بزرگی که ورزشکاران پهلوان و قهرمان مثل جهان پهلوان تختی در ایران برن به سمتی که مردم بعد از قهرمانی مردم همیشه با اونها باشن و یادشون رو گرامی بدارن. در خدمت شما هستیم بینندگان عزیز و ارجمند، میریم به پاریس خدمت آقای رجعی ادیب‌زاده مفسر ورزشی کارشناس ورزش، بخش ثابتی که در برنامه سوت هر هفته است و پربینندم هستش، بخش بررسی مطبوعات رسانه‌های اروپایی. آقای ادیب‌زاده من خدمت شما سلام عرض می‌کنم و اینکه این هفته اتفاقات زیادی افتاد، اوزبیو اسطوره فوتبال پرتغال از دنیا رفت در 71 سالگی و خدمتتون عرض بکنم که ژرومو والکه دبیر کل فیفا هم اشاره کرد که قطعا جام جهانی 2022 در زمستان برگزار خواهد شد. اتفاقات زیادی افتاده. از شما من میپرسم که بفرمایید در مطبوعات رسانه های قاره سبز در بخش ورزشی چه خبر هستش؟ ببینید همین مسئله که الان اشاره کردید، همین مسئله جام جهانی در زمستان، این واکنش تقریبا میتونم بگم تمام روزنامه های ورزشی اروپا رو، شاید روزنامه های حتی غیر ورزشی رو هم برانگیخته، چون بله. یه مسئله خیلی عجیبی. الان شما نگاه کنین روی تمام
صفحه اول روزنامه اکیپ که امیدوارم خوب نشون داده بشه. بله بله دقیقا. این درباره اینه که نوشته که مواظب باشید جام جهانی در زمستان، و بر گفته این آقای دبیر کل فیفا اشاره کرده، جروم والکه. بله. که گفته که جام جهانی در زمستان برگزار میشه، اما بلافاصله چند تن از اعضای هیئت مدیره فیفا این رو در واقع تکذیب کردن. خود بلاتر هم گفته که تا بعد از جام جهانی 2014 تصمیم گیری نخواهد شد. به هر حال اون چه که مسلمه، اگر تصمیم بگیرن که در زمستان این جام جهانی برگزار بشه، تاریخ اون در نوامبر و ژانویه هست، یعنی همین روزایی که ما با هم داریم صحبت میکنیم که درجه حرارت شاید در اونجا پایین تر بیاد. میدونید بله. بر اساس قوانین فیفا درجه حرارت در جام جهانی برای مسابقات فوتبال نباید بیشتر از 30 یا 32 درجه باشه. بنابراین اگر بخوان در اون درجه حرارت 50 درجه تابستان قطر این جام جهانی رو برگزار بکنن، این برخلاف قوانین فیفا هست. حالا بسیار بحث‌های مختلفی در گرفته و میگن که چرا پس اون موقعی که این تصمیم رو میگرفتن به این مسئله فکر نکردن. بیشتر رسانه‌های اروپایی امروز در مقابل همین مسئله جبهه گرفتن، در اسپانیا همینطور و در انگلیس همینطور. به هر حال این جام جهانی در زمستان یک مسئله شده برای فیفا، اما میدونید که فیفا در چند ماه اخیر 4 تا اشتباه بزرگ کرده، غیر از همین مسئله دادن میزبانی به قطر که به هر حال با زد و بندهای پنهانی انجام گرفته، و چند پیش من در همین برنامه به نقل از فرانس فوتبال کاملا براتون گفتم. بله. و 4 تا اشتباه بزرگ کرده. در انتهای این بخش من میخواستم ببینم که این داستان دنیس رادمن بسکتبالیست معروف NBA در امریکا چی بود، که خیلی هم در امریکا انتقاد کردن سفرش به کره شمالی و دیدار با دیکتاتور کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، که یه مسابقه بین برخی از بازیکنان اسبق NBA با کره شمالی و اون مسائلی که اونجا اتفاق افتاد. چی بود داستان؟ بله، این روز 8 ژانویه اتفاق افتاد، روزی که روز تولد آقای کیم دیکتاتور کره شمالی بود، که آقای دنیس رودمن ستاره پیشین بسکتبال آمریکا به دیکتاتور کره شمالی قبل از اینکه مسابقه نمایشی شروع بشه همون آهنگی رو که مارلی مونرو زمان 1962 برای جان اف کندی فقید رئیس جمهوری آمریکا خوند و گفت هپی برثدی مستر پرزیدنت، درسته، اینجا هم ایشون با همون آهنگ جلوی میکروفون برای کیم این آهنگ رو تکرار کرد و به هر حال با انتقادهای بسیاری روبرو شده و به هر حال معلومه که مسئله فقط مسئله پوله و مسئله دیگه نیست. من اجدای پایانی آقای عدیبزاد در گذشت اوزبیا فوتبالیست و اسطوره افسانه فوتبال پرتغال که در دهه 60 به یه نوعی به اقتدار رئال مادرید پایان را در بنفیکا موفق شد که 5 دوره به فینال لیگ قهرمانان اروپا برسه، در جام جهانی 66 لندن هم حرفای زیادی برای گفتن داشت، گلهای زیادی هم زد، اما ایشون درگذشت و فوتبال پرتغال و فوتبال جهان رو داغدار کرد. درسته، بسیاری از کارشناسان فوتبال عقیده دارن که اوزبیو درست بعد از پله از نظر مقام بازیکن بزرگ قرار میگیره، کسی که تونست به هر حال فوتبال پرتغال رو متحول بکنه. میبینیم که این عکس بزرگ اوزبیو هست در فرانس فوتبال با تیتر پلنگ سیاه در بهشت. بله. در هفته گذشته، در همین هفته‌ای که بودیم، غیر از اوزبیو یک چهره سرشناس ایرانی در فوتبال هم، جعفر نامدار هم خواهد بله بله. شد و از دست دادیمش، که چهره‌های بزرگ داوری بود، به خصوص من در جام جهانی آرژانتین که بودم می‌دیدم که چه مقام و موقعیتی داره جعفر نامدار در واقع سلسله مراتب داوران جهانی فوتبال. بسیار ممنونم از آقای عدیب‌زاده به خاطر حضور در برنامه. مطمئنن هفته دیگه با مشخص شدن بهترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2013
و همراه آقای ادیب‌زاده ورق میزنه مطبوعات و رسانه‌های اروپایی و حواشی اون مراسم. خیلی سپاسگزارم. در خدمتتون هستم تا هفته آینده. من با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. در این بخش از برنامه در خدمت آقای دکتر کامران رهبری، کسی که در سالیان سال در فدراسیون هندبال در فدراسیون‌های مختلف سمت داشتن و به یه نوعی رسانه‌ای هم هستن، خدمتتون عرض بکنم که من هفته گذشتم عرض کردم ما در سال 2014 با بخش‌های مختلف و متنوعی در خدمتتون خواهیم بود. مطمئناً ساختار برنامه سوت هم دستخوش تغییر و تحولات خواهد شد. میریم به سمتی که اون برنامه رو تهیه بکنیم که شما بینندگان عزیز و ارجمند از ما درخواست کردید، در کامنت ها و نظراتی که دادید، انتقاد هایی که من کاملا هم به حق میدونم و مطمئنا میریم به سمتی که برنامه استودیو برنامه کاملا پربیننده و خوب باشه با حضور کارشناسان محترم به خصوص دکتر رهبری. و در ملبورن استرالیا از طریق تلفن در خدمت محمد شهرابی خبرنگار و کارشناس ورزش هستیم. آقای رهبری خیلی خوش اومدید برنامه استودیو و تشکر میکنم بعد از 4-5 سالی که ما هم دیگر ندیدیم در لندن با هم رسیدیم. بله خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم با کمال افتخار و خیلی خوشحال هستم که این برنامه با اجرای دوست خوبم و مهربانم شما اجرا میشه و همچنین از عوامل پشت صحنه و دوستانی که اینجا بعد از سالها دیدمشون خیلی خوشحالم. از همه مهمتر این که این برنامه باعث شده که طرفداران خوبی پیدا کنه و با کشاندن ورزشی ها و کارشناسان ورزشی در سطح اروپا و دنیا و حتی ایران این برنامه رو پیگیری میکنن. از همین مهمتر شما با اکثر خبرنگاران و کارشناسان رشته های مختلف ورزشی ارتباط خوبی داره. این میتونه یه پتانسیل خیلی خوبی باشه که واقعا کارشناسی های خیلی خوبی در سطح مدیریتی در سطح فدراسیون ها و باعث اشاعه و گسترش ورزش بشه. همچنین خیلی خوشحالم امروز با محمد شهرابی هم بعد از سالها از استرالیا. محمد شهرابی در تهران با شما بودن و با دیوا یوسفی که الان در خیلی خیلی من این نکته رو بگم، آیه شهرابی یکی از دوستان خیلی خوب من هست که در فدراسیون و در جاهای مختلف ورزشی درست. هم کمک من و هم فدراسیون مختلف ورزشی بودن. به این نکته واقعا بگم که خبرنگاران و کارشناسان ورزشی در ایران مظلوم ترین قشری هستن که بدون چشم داشت مالی و کمترین درآمد بهترین کارهایی رو دارن و همکنون دارن کارهای خیلی بزرگی در سطح ورزش ایران انجام میدن. این خیلی خوشحالم کرده و خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم. امیدوارم بتونم یک کمک کوچیکی به شما داشته باشم که برنامه خوب و پرباری داشته. مطمئنا با حضور شما و محمد شهرابی و کارشناسان زبده مطمئنا به همین سمت و سو بریم. با محمد شهرابی شروع بکنیم. آقای شهرابی خدمتتون عرض بکنم که رفته رفته انتخابات کمیته المپیک در اواخر دی برگزار میشه. اون ثبت نام های جنجالی که اتفاق افتاد، دولت جدیدی که بر سر کار از وزیر ورزش جدیدی که آقای گودرزی از خانواده ورزش و از دانشگاهی های این رشته های مختلف در امر ورزش است. از شما می‌خواستم بپرسم که واقعا انتخابات این دفعه کمیته المپیک در بخش ریاست رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟ آیا قاعدتا رئیسی انتخاب خواهد شد که بعد از سالیان سال ورزشی باشه و کمیته المپیک رو به سمت و سوی بره که راستای اون راستای حمایت از ورزشکاران و فدراسیون‌های ورزشی باشه؟ آقای خسرو جدی منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون و همچنین خدمت آقای رهبری عزیز. من بعدش بگم که این تعریفاتی آقای رهبری و شما از من میکنید من لایقش نیستم. در خدمتتون هستم مطمئنم و همین انقدر شما خوب هستی که بعد تعریفی ازت. قربان شما زنده باشید. شما بزرگی مایید. در مورد انتخابات کمیته المپیک من قبل از هر چیزی بگم که من به این بحث ورزشی و غیر ورزشی خیلی اعتقاد ندارم. در حال هر مدیری میتونه در هر حوزه‌ای مدیریت کنه اگر در حال نسبت به اون حوزه آشنایی داشته باشه و مسلط باشه و بتونه تاثیر مدیریتی خوبی بذاره و از این خیلی فرقی نمی‌کنه که مدیری ورزشی باشه یا غیر ورزشی باشه. منطقه من حتی در مورد انتخابات کمیته ملی المپیک همیشه این واقعا یه محل نزاع و جنجال و دعوا بوده. انتخابات کمیته المپیک به نظر من هم دلیلش دو تا دلیل خیلی مهم داره. یکی از دلایلش اینه که به هر حال اونجا یه ترنوور مالی خیلی گسترده‌ای داره کمیته ملی المپیک. الان بودجهش بالغ بر 40 میلیارد دلار در ساله
و در به صورت مستقیم که از طریق مجلس تعیین میشه براش، ولی خب به هر حال یه سری بودجه‌های غیر مستقیم از جاهای دیگه بهش میرسه. و در سالهایی که بازی آسیایی و کمیته بازی‌های المپیک قرار برگزار بشه، این بودجه گاهن بیشتر از دو برابر هم میشه. خب به هر حال این یه مقدار وسوسه انگیزه و من نمیخوام خدای نکرده اتهامی به کسی بزنم، ولی به هر حال سابقه نشون داده که توی بحث‌های مدیریتی ایران این مسائل مالی یه مقدار وسوسه انگیزه و خب همیشه به باعث میشه که این جنجالا به وجود بیاد، به خاطر اینکه متقاضی زیادی برای ورود به کمیته ملی المپیک وجود داره. بحث دومش هم بحث پرستیژ کمیته ملی المپیک، به هر حال کسی که اونجا رئیس میشه، دبیر کل میشه، عضو هیئت اجرایی میشه، نایب رئیس میشه، عضو هیئت رئیسه میشه، به هر حال یه پرستیژ خیلی ویژه‌ای به ویژه در سطح بین‌المللی پیدا میکنه، باعث میشه در مجامع مختلف ورود کنه، در ایونت های مختلف حضور داشته باشه، تو خود ایران یه جایگاه ویژه‌ای حساب میشه. به هر حال کسی که اون سمت داره کمیته ملی المپیک از شرایط خیلی ویژه‌ای برخورداره. این باعث شده که همیشه یه نزاع و درگیری وجود داشته باشه. معمولا هم همیشه طیف دولتی که میان سر کار، حالا قبلا رئیس سازمان تربیت بدنی بوده و الان وزارت ورزش، خیلی تمایل دارن که با توجه به قدرتی که دارن، تسلطی که دارن در بر مجمع کمیته ملی المپیک و رؤسای فدراسیون ها، بتونن این به قول معروف این سمت و پست رو از آن خودشون کنن یا طیف از آن طیف نزدیک به خودشون. بسیار ممنونم. حالا خوشبختانه این سری آقای گودرزی، حالا به هر خودشون خیلی تمایلی نشون ندادن برای این کار، این خودش حالا یه نقطه مثبت. منتهای مراتب من با توجه به شرایطی که در تمام سالهای گذشته وجود داشته و جایگاهی که آقای علی آبادی دارن در بین ورزشی ها که جایگاه خوبی نیست، به خاطر اینکه حالا اگر ایشون دوره قبل رأی آوردن به دلیل این نفوذ زیادی بود که در اون موقع داشتن، به خاطر مناسبات خاصی بود که اون موقع وجود داشت، و خب معمولا هر کسی که قدرت تو سازمان تربیت بدنی در دست داشته باشه میتونه اعمال نفوذ زیادی بکنه. درست. در اون مقطع به هر حال ایشون با توجه به شرایط موجود تونستن رأی بیارن، ولی الان با توجه به شواهدی که وجود داره، اخباری که وجود داره، خود ایشون به نظر من اون مقبولیت رو ندارن بین رؤسای فدراسیون ورزشی و اعضای مجمع کمیته ملی المپیک. ممکنه آقای قدمی و حالا دوستان دیگه که اونجا هستن یه مقدار جایگاهشون از ایشون بهتر باشه، شرایط بهتری داشته باشن. بسیار ممنون. ولی من فکر میکنم که این سری هم همچنان طیف نزدیک به وزارت ورزش که حالا به احتمال زیاد به قول معروف پرچمدارشون آقای کیومرث هاشمیه، متوجه به اینکه قبلا هم ایشون سمت داشتن در سازمان تربیت بدنی و به هر حال ارتباط خیلی خوبی با ورزشی ها دارن، من فکر میکنم که شانس طیف نزدیک به وزارت ورزش این سری هم بیشتر بشه و احتمالاً آقای علی آبادی شانس خیلی زیادی نخواهد. بسیار ممنون از محمدش. آقای رهبری، خب آقای شهرابی نکاتی رو مطرح کردن و به یه نوعی واقعیت ها رو هم فرمودن. شما سالیان سال در سازمان تربیت بدنی سابق وزارت ورزش بودی، در فدراسیون هندبال مشخصا با طیف کلیت مدیریتی ورزش ایران آشنا هستید. یه جا ما با هم صحبت کردیم، آقای هاشمی تمام در مصاحبه با ایسنا اعلام کرده بود که الان هم نگران ناراحت نیست که وزارت ورزش رو که گزینه آقای روحانی بودن قبول نکردن، خیلی بیشتر به سمت کمیته ملی المپیک می‌خواستن که ایشون هم بالاخره رد صلاحیت شد و اصلا نتونست شرکت بکنه. واقعا چه اتفاقی در ورزش میفته با اون شناخت کلی که من فکر میکنم بیش از حداقل 3 تا رئیس سازمان تربیت بدنی شما باهاشون بودید، مدیریتشون رو دیدی و الان وزارت ورزش؟ بله خدمت رو عرض کنم. ببین من 2-3 تا نکته رو که ظریف است بهش اشاره بکنم. یکی اینکه این داستان هایی که در کمیته المپیک هم اکنون داریم ما میبینیم و ادامه داره و کش پیدا کرده، خب مسلما این داستان خود آقای هاشمی طبا باید بهش اشاره بکنم که از زمان آقای محلوجی اینو کشدار کردن و با اون ترفندی که خودشون برای ورزش تصمیم گیری کردن و فدراسیون های ورزشی که زیر مجموعه خودشون بودن و این مسئله رو باب کردن که رئیس سازمان تربیت بدنی رئیس کمیته المپیک هم باشن،
همین بلا رو در دولت اصلاحات آقای مهرعلی‌زاده همین کاری که آقای هاشمی همین کاری که آقای گودرزی هم اکنون انجام دادن، آقای مهرعلی‌زاده گفت اصلا من دخالت نمی‌کنم در کمیته المپیک، ولی علنا آقای قره‌خانلو و دوستانشون با مهدی قدمی اومدن یک کاری انجام دادن که اصلا آقای هاشمی تبار رو با اون وضعی که مثلا انتقادی که بود گفتن حسین رضازاده اون زمان که رئیس فدراسیون هم نبود این قهرمان ورزشی دنیا روش حساب می‌کنه، مخفیانه رئیسو اعلام می‌کنه که چیز است. و آقای هاشمی تبار با اون وضع اسفناک در مجمع رأی نیاوردن و از کمیته المپیک رفتن و باعث شد که ما یه سهمیه خیلی قیمتی خیلی خوب در برای اولین بار در ورزش کشورمون که حاصل کردیم از دست بدیم و این باعث شد که این کار در ادامه راه پیدا کنه و آقای علی آبادی هم دوباره اومد این مسیر رو انجام بده. در خود دولت دوتا دولت نهم و دهمی که انجام شد همین اتفاقاتی که در ورزش ایران افتاد باعث شد که خودشون در بین خودشون درگیری بین آقای سعیدلو و آقای علی آبادی درگیری ایجاد شد که بدترین و تلخ‌ترین حوادث تاریخ ورزش ایران رقم زد. دور آکادمی ملی المپیک یک مکان کاملا قهرمانی بود، دورش رو فنس کشی کردن به دلیل اینکه مثلا آقای خاتمی رئیس جمهوری که دو دوره رئیس جمهور ایران بود می اومد از استخر این مجموعه استفاده میکرد، اینا گفتن راش ندید، آقای امیرحسینی رئیس آکادمی گفت که نه من اصلا نمیتونم به ایشون بگم، ایشون یکی از بزرگان سیاست و زحمت کشیده برای ایران، ایشون رو برداشتن مرزاد حمیدی رو گذاشتن فنس کردن و همین اتفاقات ادامه دار شده. و در این زمینه میخوام به این نکته اشاره بکنم که آقای هاشمی تبا همکنون بهترین گزینه برای کمیته المپیک، به دو دلیل میخوام این عرض بکنم، نه اینکه بخوام دفاعی از وجود ایشون داشته باشم، یک ایشون از لحاظ بین‌المللی راه و چاره کار رو پیدا کردن و مورد وثوق ورزش در دنیا هست، با توجه به این همه اشکالاتی که در ورزش ما پست‌های خیلی زیادی در عرصه بین‌المللی از دست دادیم و همچنین همکنون اساسنامه‌های ما بیمار هست در بحث ورزش، آیا هاشمی تبا با توجه به ارتباطاتی که در سطح کمیته المپیک و در سطح شورای المپیک آسیا داشتن میتونست خیلی کمک بکنه؟ برای همینم اومد ایشون وزارت ورزش رو قبول نکرد که بشه وزیر، البته این شانس هم نداشت، شاید کمتر که در مجلس رأی بیاره با توجه به سنی که داشتن و دوره هایی که ایشون در سازمان ورزش بودن، هرچند ایشون رو به عنوان یعنی بعد از زمان بعد از انقلاب شاید بگم که تنها کسی هستن از زیر ساختای ورزش، پدر زیر ساخته ورزش ایران نام گرفتن. اما میخوام به این نکته اشاره بکنم که امروز آقای علی آبادی به چند دلیل اومدن در این ساختار وایسادن. یکی این که آقای علی آبادی ترس از این دارن اتفاقاتی که فروش زمین ها و املاک و مستغلاتی که برای ورزش بود اینا فروختن، یک این، دو این از این میترسه اون اسپانسرهایی که از طریق پسرش اومده وارد کمیته المپیک شده، خود آقای علی آبادی میدونه همینطور که آقای شاربی اضافه کردن بودجه کمیته المپیک مستقیما به تصویب رئیس جمهور و به تایید مجلس شورای اسلامی از این دوتا گزینه این پول پرداخت میشه، میدونه اگر این دوتا موافقش نباشه این تو نمیتونه کار بکنه دقیقا. به همین دلیل ایشون ترسش از اینه اگر این دوتا این پست از دست بده تمام راههای ورودی و خروجی بست، تمام مسیرها رو کارشناسی به همراه آقای مهدی قدمی، من این نکته اشاره بکنم کسی به سمت سوی آقای بهرام افشارزاده نرفت ولی سکاندار چهار دوره گذشته تخلفات انتخاباتی و سیستماتی خود آقای افشارزاده هستن، با همه کار کردن، با همه کار میکنن. ایشون چرا این که مرد قدیمی ورزشه، ایشون چرا ایشون تنها کسی هست که ورزشی هست، به هر دلیلی هست که به قول آقای هاشمی تبا اگه آقای افشارزاده یه روز تو خونش بمونه اصلا میمیره، اصلا شیش صبح دفترش هم بازه دیگه، تمام جلسات کمیته ملی المپیک و هیئت اجرایی شیش صبح میذارن، اصلا منسوخ شده از این در دنیا و این کاری که. به همین دلیل میخوام این نکته رو اضافه بکنم که کمیته ملی المپیک و ورزش ما این مشکلش نیست، مشکل ما اینه ورزشی ها و قهرمانان ورزشی ما برسته. امروز ترسوترین ورزشکارا در دنیا هستن، وگرنه قهرمانان ورزشی ما چجوری کاندیدا میشن برای شورای شهر و مجلس شورای اسلامی رأی میارن، اما اصل ورزش رو فراموش کردن و کنار گذاشتن، امروز غیر ورزشی ها راحت میان برای ورزش تصمیم گیری میکنن و این مشکل بزرگ ما. و من این نکته آخری هم به این نکته اشاره بکنم که ساختار ورزش ما با این حل نمیشه، ما 10 سال داریم میگیم که اساسنامه های فدراسیون ورزشی مشکل داره،
از زمان آقای هاشمی طبا، مهرعلی زاده، علی آبادی، سعید لو و فقط حرفش رو زدیم. این یه جا باید در نطفه خفه بشه، این مشکل حل بشه و یه ساختاری برای ورزش و انتخابات فدراسیون برگزار میشه. من به نکته رو اشاره میکنم، من خودم به عنوان کسی که رئیس مجمعی میشدم در استان، من میگفتم آقای امیرخان، مثلا امیر آقا، دستمو بالا میکردم میگفتم امیر آقا فرد کاندیدای یکی از کاندیداهای اونا میومدن، همه به خاطر من رأی میدادن نه به خاطر اون چیزی که نفس. حالا هم ورزش ما همین شده، اینکه هر رئیسی میاد، آقای گودرزی از دید من با توجه به اینکه ایشون یک فرد تحصیل کرده دانشگاهی هست، در این بحره زمانی ضعیف ترین کسی بود که سکاندار ورزش کشور ما. شما حالا دو تا بالهای ورزش ما رو نگاه کن، دقیقاً آقای امیر خادم، آقای نصر سجادی، هیچ کدوم باج نمیدن. داشتم یه مطلب کیومرس هاشمی که سردمدار باقای علی آبادی تعلیق بودن، الان خودش اومده اصلا کاندیدای کمیته المپیک. اون آقای هاشمی، آقای حاج بابایی و این دوستانشون در بحث مجلس و در بحث استانیشون رو خیلی ساپورت میکنن، ولی من میخوام به این نکته بگم، این انتخابات هم برگزار میشه و اتفاق خاصی هم نمیفته. میدونی چرا؟ برای اینکه ماها کارشناسان ورزشی، خبرنگاران ورزشی و قهرمانان ورزشی، ما آدمایی هستیم که به روزیم، هر کی بیاد برامون فرق نمیکنه. مهم این است که میگیم خبر داشته باشیم. مهم این است که میگیم کار بکنیم، وگرنه دو تا قهرمان ورزشی مثل هادی سایی، مثل علیرضا دبیر، مثل آقای رضا زاده که دنیا روشون حساب میکنه، دو تا اطلاعیه بدن دولتی خودشونو جمع میکنن. دقیقه. مگه میشه همینجوری خونه شما کسی بیاد؟ به همین خاطر ما ورزشی ها ساختار این مشکل از خود خانواده ورزشه. بله دقیقاً، قطعاً این مشکل ممنونم. از خود ساختار ورزشه. آقای شهرابی، خیلی کوتاه در انتهای این بخش هستیم. حالا از شما می‌خواستم، بالاخره توی مطبوعات رسانه‌ها که بودید، مطمئناً یه بخش ذیل اصلی کار شما بخش فوتبال بود. آقای علی کفاشو با اون همه مسائل و مشکلاتی که در فدراسیون دارن و الان سال جام جهانی که دست به دامن همه میشن که پول برای تیم ملی بگیرن، اما مشخصاً چیه، رفته و کاندیدای هیئت اجرایی و در بخش مدیریتی کمیته المپیک شده. این وسط فهم میکنه با این همه مسائل و مشکلاتی که در فوتبال داره، اونجا جای ایشون هست یا نه؟ والا حقیقتش به نظر من نه. اگر بخوایم منطقی به قضیه نگاه کنیم، نه. دلیل اینکه فدراسیون فوتبال خودش به نظر من کارش مثل اگه کاراش اندازه یه رئیس جمهور نباشه، بیشتر از یه رئیس جمهور نباشه، کمتر از یه رئیس جمهور نیست. دلیل این که یه طیف گسترده‌ای از علاقه‌مندان به فوتبال شما طرف هستین، در مجموعه خودتون هم کلی مسابقات مختلف دارین در تمام رده‌های مختلف، در حوزه خانم‌ها، آقایون، فوتسال، جوانان و رده‌های مختلف، که اینا یه طیف گسترده از جامعه رو در بر میگیره. موزم فوتبال دیگه مثل گذشته نیستش. شما باید خیلی برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای فوتبال داشته باشی، حساب کتاب خیلی دقیق‌تری برای فوتبال داشته باشی. بسیار ممنونم آقای دکتر رهبری. تو اواخر برنامه هستیم، می‌خواستم یه جمع‌بندی هم بکنیم. کمیته المپیک خب برگزار میشه به قول شما و اکثر کارشناسا. خیلی کوتاه می‌خواستم بپرسم که فهم می‌کنی که بیشترین فردی که اونجا میتونه الان بالاخره رأی مجمع رو بگیره انتخاب بشه کیه؟ این یه مطلب، حالا شما پاسخ بدید من سوال بعدی خیلی. من این نکته رو بگم که خب شانس بین آقای علی آبادی و دیگر دوستان خب خیلی زیاد هست. من با توجه به نگرش‌هایی که هم اکنون در ساختار ورزش، خب بین کیومرث هاشمی و آقای علی آبادی وزنه بسم نمیتونید که به این مسئله اشاره کلی تری، یعنی با همین الانه که دولت پشت آقای علی آبادی نیست، بازم الان ایشون شانس انتخاب شدن. دولت همین آقای هاشمی طبا رو سوزوند، یعنی از این ور دولت خودش گفت چرا این کارو کرد. به نظر من پشت قضیه این هست که اصلا خود ساختار ورزش، همین دوستانی که در حوزه ورزش هستن، ببین آقای قرهخانلو مهره کلیدی پشت صحنه ورزشی دانشگاهیه که مخالف سرسخته. اصلا کلا دولت اصلاحاتی ها با آقای هاشمی طبا اصلا اصولا خوب نیستن. اتاق فکر آقای گودرزی آقای قرهخانلو و دوستانش هستن و به همین دلیل این قضیه اتفاق افتاد. من یک نکته هم اشاره بکنم، من مخالف یک نکته آقای شهرابی بودم در این زمینه. ببینید هیئت اجرایی هیئتیه که تصمیم گیری بس ورزش کلان در بعد بین المللی ما رو دارن و کاری به علی کفاشیان ندارم، ولی رئیس فدراسیون فوتبال یکی از اعضای کمیته اجرایی
کمیته المپیک ما باشن، با فدراسیون کشتی دو تا ورزشی هست که خیلی در میادین بین‌المللی حضور دارن، این به نفع ساختار بین‌المللی ما هست. دقیقا. و حضور اینا میتونه خیلی موثر باشه اتفاقا. من کاری با آقای علی کفاشه ندارم، خود فدراسیون فوتبال یکی از نکاتی که همینطوری که میدین یک واقعا در حد یک ریاست جمهوری هست و میتونه تاثیرات مثبتی داشته باشه. من اما جنبندی موضوعات داشته باشم، من سه تا نکته رو میخوام به این بحثا اضافه بکنم. یکی اینکه من در برنامه‌های گذشته شما و دیگر برنامه مثل بی بی سی اینا دیدم، من از همکاران خبری خودم خیلی تعجب کردم که کارشناسانی میارن که میسوزونن این کارشناسانو، مربیان ورزشی خوبی دارین در کشور انگلستان و دیگر کشور، به عنوان کارشناس مدیریت میان استفاده میکنن، دفاع میکنن از بحثی که اصلا در ساختار ورزش نیست. اگر هادی سایی ها واقعا دلسوز ورزش هستن، اصلا چرا برای شورای شهر اصلا کاندید شدن وقتی میتونن مؤثر باشن در رشته تخصصی خودشون؟ و اگر میخوان واقعا دلشون میسوزه برای ورزش و ورزشکاران، از شورای شهر استعفا بدن، دبیرها و کسانی که دیگه ای که هستن، و بیان در فدراسیون قد علم کنن. در خصوص کمیته المپیک امیدوار هستم که شرایط به گونه ای باشه که ما مدیران دیگه ای نسوزونیم و باعث تعلیق نشیم. در کنار همه اینا امیدوار هستم که ورزش ایران چالش های انتخاباتی رو کنار بذاره، و امیدوار هستم نصرالله سجادی ها که از ارکان اصلی وسط ورزش ایران هستن، با بی احترامی هایی که به دوستان ما در فدراسیون ورزش همگانی، در فدراسیون ورزش باستانی، طالقانی ها، این بی احترامی هایی که به این دوستان شد، اینا اصلا انتظار ما نداشتیم، انتظار همه چیز از آقای گودرزی داشتیم، ولی انتظار این نداشتیم که ورزشی ها به ورزشی ها بی احترامی بکنن. چرا یه غیر ورزشی میاد با سلام و صلوات و گوسفند کشی میارن این کارو براش انجام میدیم، اما یه ورزشی با این شرایط مهیج و با این شرایط خیلی زشت و ناپسند از ورزش دور میکنیم؟ امیدوار هستم که این برنامه شما باعث بشه که واقعیت های ورزش و ورزش روز بهش پرداخته بشه، که مردم، خیلی از دوستان همکار ما هم در ایران نمیتونن اون چیزی که واقعیت ورزش انعکاس بدن، چون سیاست گذاری سازمان صدا و سیما مشخص است. امیدوارم این برنامه بتونه یک کمکی بکنه به اینکه ورزش ما به اون ساختار اصلی نزدیک بشه، و با کمک از همین آقای شهرابی و دیگر دوستانی که به عنوان کارشناس در برنامه شما هستن، برنامه مفید اجرا بکنن که واقعا مردم ما بتونن اون واقعیت‌های ورزش رو ببینن. چون اینجا فکر نکنم این برنامه برنامه‌ای باشه که بخواد از لحاظ شخصیتی به کسی آسیب برسونه، هدف اون اصالت ورزشی که ورزشی میخوام بحث بکنیم، یعنی میخوام از در انتهای برنامه اون بیننده و اون عزیزانی که برنامه رو میبینن بفهمن که در ورزش ایران چه خبر هست و نقاط ضعف و قوتش از نگاه کارشناسش چیه. آرزوی من بازگرداندن پست‌های بین‌المللی برای افرادی که در فدراسیون‌های ورزشی بودن، فدراسیون‌های ورزشی به اون ساختار اصولی برسن، مدیریت ورزش ما به اون ساختار ورزشی برسن. من بازم به این نکته اشاره می‌کنم که رئیس سازمان ورزش، وزیر ورزش باید کسی باشه که کنار رئیس جمهور، در حد رئیس جمهور نباشه از لحاظ گرفتن بودجه. امیدوارم امیررضا خادم با حضورشون در قسمت حقوقی وزارت ورزش و تعامل با مجلس بنده برو برگردونه به ورزش، و این کمک ویژه‌ای میتونه به ورزش باشه. و از یه لحاظ دیگه هم خوشحال هستم با حضور آقای حمیدی، دکتر حمیدی، دکتر احمدی و دیگرانی که هیوا یوسفی و همچنین مازیار ناظمی که در ورزش ایران هم اکنون پست‌های خوبی گرفتن. امیدوارم یک شعار نباشه، اینا بتونن یک جایگاه خوبی برای انجمن خبرنگاران بگیرن، و همچنین خبرنگاران ورزشی ما به یک شخصیت اجتماعی برسن که از اون بی‌برنامگی و اون ساختاری که سالها دنبال یک کارت خبرنگاری خبرنگار ما نگرده، یا اون آقای حمیدی که در ساختار ورزش بود نره برای یک کارت پول بده که خودش از ارکان انجمن خبرنگارم. امیدوار هستم که همه جامعه ورزشی ما بتونه در گام موثری گام برداره که ما بتونیم شاهد شکوفایی ورزش، ورزش همگانی، قهرمانی و بعد مدیریت ورزشمون به سکانداره اصلی خودش سپرده بشه. از شما تشکر میکنم، از عوامل پشت صحنه هم تشکر میکنم که این فرصت در اختیار بنده گذاشتن. برای همه مردم خوب ایران در هر کجای دنیا هستن، آرزوی سلامتی و نشاط و شادابی براشون دارم. دکتر جان ممنونم، لطف کردید برنامه تشریف آوردید، امیدوارم که در هفته بعدم در خدمتتون باشم. مطمئنا با حضور شما این برنامه قنایی دیگه خواهد بود. ان شاء الله. بینندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به انتهای این بخش. تشکر میکنم از آقای دکتر رهبری و آقای شهرابی. از شما تشکر میکنم که از ملبورن استرالیا با از طریق تلفن با ما بودید و صحبت‌های بسیار خوبی را مطرح فرمودید. قربان شما، سپاسگزارم. در خدمتتون هستم آقای شهرابی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، بخش جامع و کامل، امیدواریم که ورزش ایران به سمت ساحل آرامش بره و
هر کسی که میاد سکان کمیته المپیک رو بر عهده میگیره و در رأس اون قرار میگیره برای ورزش تلاش بکنه و خانواده ورزش دور هم جمع بکنه. رسیدیم به انتهای این برنامه سود، امیدوارم که مورد پسند شما واقع بشه. دوباره خدمتتون عرض میکنم که ساختار برنامه سود در سال 2014 مطمئناً دچار تغییر و تحولاتی خواهد شد. میریم به سمتی که بخش‌های مختلف متنوع داشته باشه، باید بریم به سمت گزارش‌های خبری و حضور کارشناسان محترم و زبده‌ای که میان و در برنامه هستن و مسائل و مشکلات حاشیه‌های ورزش ایران رو صحبت می‌فرمایند و کارشناسی می‌کنند. برید به صفحه سود در فیسبوک، اونجا نظر و پیشنهاد انتقاد بذارید، حتما تأثیر خواهد داشت و مثمر ثمر خواهد بود. بنده به عنوان تهیه کننده برنامه سود اونجا حتما میرم و این نظرات رو لحاظ می‌کنم. سایت ایران فردا که مد نظرتون از مدیریت شبکه اصرار بسیاری دارن که در اون سایت هم برید و نظر و پیشنهاد انتقال بدید. حتما مدیریت شبکه و کارشناسان و مشاوران مدیر شبکه هم اونجا میرن و لحاظ میکنن. تلفنی همکاران من اعلام میکنن در برنامه که اونجا میتونید برید و پیام های صوتیتون اونجا بذارید، مطمئنا لحاظ خواهد شد. همه و همه در آینده به جای ایران فردا خواهد رفت که یه ارتباط دو طرفه دوستانه با شما خواهد داشت. روز و روزگار بر شما خوش، تا هفته آینده خدا یارو نگهدارتون.